35 میلیون تومان پول گوشی دادی، مبارکت باشه، اما دقیقا نمیدونی چه شارژری، چه کابل شارژی، چه قابی، چه لایه محافظ نمایشگری، چه پاور بانکی بخری که به گوشیت آسیب نزنه در دراز مدت، به علاوه اینه که محافظ سلامت گوشیت هم باشه. سلام، من اهورا نیازی هستم. تو این ویدیو بهترین، گرانترین، اصیلترین اکسسوری‌های آیفون 12، آیفون 13 ها رو بهتون معرفی میکنم. تشکر میکنم از تیم تجارت پاسارگاد یا فروشگاه spgen.ir که در ساخت این ویدیو به من کمک کردن. تمامی محصولاتی که توی این ویدیو مشاهده میکنید با گارانتی 12 ماهی تجارت پاسارگاد عرضه میشه که گارانتیش تعویزه. این خراب شد، برو تعویزش کن. این خراب شد، برو تعویزش کن. این خراب شد یا نه؟ این خراب شد، برو تعویزش کن. میرم ادامه ویدیو. دوربین برو بالا. اجازه بده. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنی. مرسی. بعد از اینکه آیفون خریدی اول باید برای شارژر بخری، چون خدا رو شکر از آیفون 12 به بعد دیگه خبری از شارژر نیست. تکنولوژی پاور دلیوریه که به گوشی تو آسیب نمیزنه. اما شارژرهای انرژی پاور دلیوری 20 وات و 30 وات چه قابلیت‌هایی دارن؟ به عنوان مثال شارژر PDC انرژیا میتونه با پاور دلیوری 30 واتی دستگاه شما رو شارژ بکنه، یه دونه USB تایپ A 18 واتی هم شارژ بکنه. دو تا دستگاه هم همزمان میتونه شارژ بکنه که مجموعاً میشه 30 وات. اما فقط برای آیفونا نیست. همین قابلیت PPS 33 واتی موجب میشه پرچم دارای سامسونگ هم به راحتی بتونه شارژ بکنه. شارژر مجدیستاک انرژیا میتونه کاری بکنه که گوشیتون وقتی روش قرار میگیره و داره شارژ میشه، هم تو حالت افقی باشه هم تو حالت عمودی. مانع لیز خوردن گجتاتون از روش میشه و خیالتون راحت باشه گوشیتون از روش نمیفته. بیشتر مناسب آیفون 12 هاست و 7.5 وات برای شارژ وایرلس رو پشتیبانی میکنه. ایرپادزتون هم تا 5 وات پشتیبانی میکنه. خیلی ظاهر شیک و زیبایی داره. به نظر من برای هدیه دادن چیز خیلی خوبیه. هم خوشگله، برای رومیز اداریتون بسیار شیک و دوست داشتنیه. این شارژری که میبینید تحت عنوان بازیک در واقع زیربرند همون انرژیاست. لاین جدید محصولاتشه. شارژر، کابل شارژ، فست شارژر اینا. تفاوت اصلی با برند انرژیا قیمت مناسب‌ترشه. البته این تفاوت قیمت به معنای افت کیفیت نیست. همه چی با همون استاندارد و کیفیت خود انرژیا تولید میشه. این شارژر سکاره خیلی جمع و جور و سفریه با کیفی که همراهشه کارآمد میشه تو سفر. آیفونتون، ایرپادتون و اپل واچتون رو میتونه همزمان شارژ کنه. از نظر قیمت و سرعت خروجی شارژ نهایی سه تا دستگاه همزمان با مک دیسک تریو شارژر بعدی که معرفی میکنم کمی تفاوت داره. خب طبیعتاً قیمتش پایین‌تره، سبک‌تره، جمع‌وجورتره. یه خصیصه خوبی که داره داک شارژ اپل واچتون که گجت گران قیمتی هم هست روی این دستگاه به صورت پیش‌فرض وجود داره. اما انرژیای مک دیسک تریو کمکتون میکنه هم اپل واچو شارژ بکنید، هم ایپادزتون، هم گوشیتون. تکنولوژی نانو گریپ داره، گجتتون از روش نمیفته. به علاوه اینی که دیگه نیاز نیست داک شارژ اپل واچتون هم داشته باشی، خودش داخل خودش داره، واسه همین یه کمی قیمتش از بقیه بیشتره. این یکی استند یونیک هم بسیار جذاب و کارآمده. سه تا دستگاه آیفونتون، اپل واچتون و ایپادزتون رو میتونه شارژ بکنه تا توان سرعت 15 وات. به علاوه اینی که خودش داخلش یه دونه کابل تایپ A به C داره، به علاوه یه دونه شارژر دیواری. به نظر من یه گجت خیلی خوب برای هدیه دادن یا اینی که روی میز کارتون باشه و یا حتی کنار تخت خوابتون که شما که میخوابید قرار بدین گجتاتون شارژ بشه صبح استفاده کنین. البته توضیح بدم که شارژر آهن ربایی اپل واچ داخلش نیست، بعد از شارژر خودتون استفاده کنین. بعد از شارژر نوبت کابل شارژ. کابل شارژ انرژیا نانو فلکس در رنگ بندی های متنوع، توسی، مشکی، آبی، قرمز، سفید. آبی رو انتخاب میکنم. در جریان باشید اگر میخواید گوشیتون 30 واتی شارژ بشه نه 10 واتی، شما باید کابلای جدید رو بخرید. کابلای جدید چیپ جدید دارن، 3048 3094. داستان چیه؟ تا براتون شرح بدم. اگر به این کابلا دقت بکنید منم بتونم تو تصویر بگیرمش که کار خیلی سختیه. این کابل سفیده، کانکتورهای طلایی داره. کانکتور طلایی هم کانکتور قدیمیاست که روکش طلایی 24 عیار داره. این آبیه از فلز رودیوم استفاده شده توش که سخت‌تره. طلایی 24 عیار موردش این بود که بعد از مدت زیادی استفاده روکش روی از بین میرفت و مسش اکسیده میشد. اما این جدیدا اگر روش نگاه بکنید رو جعبهش زده آنتی اکسیدیشن، چون فلز رودیوم داره، فلز رودیوم هم خیلی سخته. حالا از اینا که بگذاریم کابل خیلی مقاومه، به علاوه اینی که کابل 3 آمپریه، به علاوه اینی که گارانتی 12 ماهه تجارت پاسارگاد داره. اگه کابل به هر دلیلی توی مدت خراب شد سریعا کابل رو برات تعویض میکنن. کابل نانو فلکس انواع رنگبندی های مختلف داره. اصلا از اینا که بگذاریم کابلش هم خیلی مقاومه. شما خودت قیافه کابل رو نگاه کن، اصلا جون میده برای تجهیزات صخره نوردی یا مثلا بر فرض مثال تو باتلاق گیر بکنی
با این خودتون نجات بدید. کابل‌های نانو فلکس در شکل‌های مختلف با گارانتی تجارت پاسارگاد. از زمانی که اپل اومد تکنولوژی مکسیف رو معرفی کرد، خیلی همه چی جذاب شد برای شارژ کردن گوشی. پاور بانک‌های وایرلسی اومدن که به پشت گوشیتون می‌چسبن و به زیبایی کار می‌کنن. من خودم یه دونه از همینا دارم، 10000 میلی آمپر ساعت، خیلی جواب کاره. اولا 7.5 وات سرعت شارژشه. به علاوه اینی که گلسه ساب کنه. فوق‌العاده زیباست، درسته کمی قطوره و سنگین هم هست، اما خیلی راحت گوشیتون رو شارژ میکنه. البته در جریان باشید، برای اینه که گوشیتون رو بذارین روش و اوورپاور نشه، باتریتون درق نکنه، باتریتون رو خراب نکنه، تا 80% بیشتر گوشیتون رو شارژ نمیکنه. اگه میخواین گوشیتون رو سریعتر شارژ بکنه، از پاور دلیوری 20 واتی استفاده بکنید که یه دونه کابل USB-C میخواد و یه دونه لایتنینگ که گوشیتون رو سریعتر شارژ بکنه، فول شارژ هم شارژ بشه. خیلی خودش سریع هم شارژ میشه و به صورت کلی موجب میشه 17 ساعت بیشتر بتونید با گوشیتون ویدیو نگاه بکنید، 20 ساعت مکالمه بیشتری رو تجربه بکنید یا 27 ساعت موسیقی باهاش پخش بکنید. خلاصه بگم که من هر بار اینو فول شارژ میکنم، میرم سفر، یه بار باتریش منو میبره، اینم تقریبا دو بار گوشیمو شارژ میکنه. این یکی پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعتی یونیکه که مثل قبلی به گوشیتون میچسبه، اما یه خصیصه جالب داره. ظاهر که فوق العاده زیباست. در مقایسه با قبلی بخش دوربینا رو میپوشونه، اما از اون طرف یه دونه استند داره. خیلی هم مقاومه. گوشی رو میذاری، میتونی در حین ویدیو نگاه کردن گوشیت هم شارژ بکنی. قبلی استند نداشت. خروجی تایپ C‌اش 20 واته، خروجی تایپ A‌اش 18 واته. همونطوری که میبینی یه دونه تایپ C داره، یه دونه تایپ A. با شارژر 18 واتی و 15 واتی هم میتونی شارژش کنی. طراحی بسیار شیک، مناسب سخت پسندان. اما یه نکته جالب داره، اگر میخواستید مقاومت گوشیتون رو بالاتر ببرین، این رینگا رو میتونید به پشت گوشیتون بچسبونین تا هم به گوشیتون آسیبی نرسه بدون استفاده از قاب، و همینی که آهنرباتون رو قوی تر کنه. بعد از اینکه آیفون تو خریدی، باید توی حوله ازش مراقبت کنی. حوله رو که باز میکنی، حالا میخوای براش قاب بندازی، چه قابی باید بخرم؟ اینجا رو داشته باش. میخوام شما رو با برند زگ آشنا بکنم. زگ یه برند انگلیسیه که فروشگاه اینترنتی هم داره و مخصوص ساخت کالاهای لوکس. قاباشو با نام گیر 4 عرضه میکنه. مشخصه خیلی جالبش اینه که زده از 4 متری گوشیت سقوط بکنه ازش محافظت میکنه. چطوری؟ چون با تکنولوژی DC محافظت شده. داستان DC چیه جلوتر براتون میگم. اگر روشو بخونید، البته این قابلیتش خیلی به درد ما ایرانی‌ها نمیخوره. اینجا زده 5G compatible. ببینید 5G از اونجایی که خیلی حساسه، خیلی از قابا وقتی نصب میشن آنتن دهی 5G رو کم میکنن. البته گفتم توی ایران خیلی کاربردی نداره. اگر به برند دقت بکنید، همه‌شون اینجا زده DC با یه رنگ نارنجی. چرا؟ چرا رنگ نارنجی؟ تا براتون کامل شرح بدم. ببینید این برند DC یه برندیه که تو ساخت تجهیزات نظامی خیلی مقاوم و ساخت لوازم ورزشی محافظت از ورزشکارا خیلی معروفه. منظورم مثلا دوچرخه سوارایی که کوهستان کار میکنن، موتور سوارا. لایه محافظشون هم همیشه نارنجی رنگ بوده، واسه همین از این رنگ نارنجی استفاده کردم، چون این برند به این رنگ معروفه. بعد 2-3 سال پیش اومدن تونستن تکنولوژیشون رو تغییر بدن، همون مقاومت رو تو رنگ کریستالی بیارن، واسه همین الان یکی از بهترین، البته گرونترین قابای محافظ آیفونا کریستالیه با محافظت شده DC. آقا ببخشید D3O، من به اشتباه میگفتم DC. ببخشید. این مدلش کامپتیبل با مکسیف، یعنی میتونی پاورای مکسیف هم بهش وصل بکنین. بعد یه توضیح هم در مورد حواشیش بدم. من خودم چندین ماهی که دارم از همین استفاده میکنم. اگر دقت بکنید یه کمی بخشای نرمش زرد شدن. این بخشای نرم از جنس سیلیکون ساخته شده. سیلیکونای ارزون قیمت بر اثر حرارت میتونن سرطانزا و مخرب باشن، اما این سیلیکونای با کیفیت، البته خیلی گران قیمت، هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. اما در جریان باشید، کلا سیلیکون ها بر اثر تابش انرژی UV خورشید زرد رنگ میشن. این کلیه ماجرای بود که باید در مورد TPU میدونستین. این از این. اما اگر میخواید مقاومت DC رو تجربه بکنید ولی از اون طرف نمیخواید قابتون زرد رنگ بشه، میتونید از مدل هاوانا استفاده بکنید. همین مشکی خیلی هم خوشگله. جنس بدن فوق العاده مقاومه، همونطوری که میبینید خیلی خیلی قویه، بسیار مقاوم، محافظت میکنه از گوشیتون تو ارتفاع 4 متری. البته مدل هاوانا تا ارتفاع 3 متری مقاومت داره، ولی این کریستالیا تا ارتفاع 4 متری هم مقاومت داره. بعد ببینید چقدر سفت جا میره. خیلی قوی و محکمه. ایش.
قشنگ حس میکنی یه چیز جون داره. ضخامت این یه تیکه 1 تا 2 میلی‌متر، اگه اینو تو 1 سانتی یا 2 سانتی افزایش بدی تبدیل به شیشه ضد گلوله میشه. حالا از برند گیر فور که بگذریم، بعد از اونا میرسیم به این برند یونیکو. میشناسید کارش؟ خیلی درسته. اولی مدلی که میخوام براتون توضیح بدم ایفندر، این ظاهریه که به گوشی شما میده. این قاب تماما از TPU ساخته شده و نرمه، اما در جریان باشید که با کیفیت ترین TPU ممکن داخل خودش به کار برده شده. ساخته شده توسط کمپانی بایر آلمانی. همینجا که میبینید نوشته که TPU آنتی یلوینگ داره، شاخص ساخته شده بایر. حالا ما در جریان هستیم که همه جنسای TPU زرد میشن، ولی خب اینجا گفته آنتی یلوینگ. به هر حال یونیک، ایفندر، نازک، سبک، خوش قیمت. میریم سراغ بعدی. آیتم بعدی کمبات، سخت ترین قاب برند یونیک. الان بهتون میگم چرا. همونطور که خودتون دارین میبینین اطراف کیس یه لایه محافظ اضافه داره و مشکی رنگه. به علاوه اون برای آیفون 13 ها بهترین لایه محافظ دوربینه، چرا که همونطوری که میبینید برآمدگی دوربیناش از لنزها جلوتره و مثل مابقی گلس ها هم سطح برآمدگی دوربینا نیست. پنل پشتیش پلی‌کربنات ضد خشه، اطرافش هم لایه هایی داره که اگر به زمین خورد مقاومت اضافه ای داشته باشه. 3 تا رنگ داره همراه با گارانتی تجارت پاسارگاد. اما مدل بعدی ترانسفورماست. ترانسفورما خیلی جالبه، نگاه کنین. ترانسفورما در کنار اینی که با شارژرهای مکسیف کاملا کامپتیبله و میتونی پاور بانک یا شارژر مکسیفتون رو بهش وصل بکنید، از اون طرف قابلیت استند شدن هم به صورت آهن‌ربایی داره. یعنی اینی که این شکلی میتونی بکنید وایسه، حتی میتونید یه کاری بکنید به بغل وایسه. در نهایت اگرم برای آیپد بخواید همین مدل ها رو تهیه بکنید، اونها هم همین قابلیت ها رو دارن، مکسیف هم پشتیبانی میکنن. نکس سلفی بگیریم. ببینید چقدر آهن روباش قویه. آهن روبای قوی و محکمی داره، اگه چپ و راست میشه برای اینکه اینطوری بخوابونینش، اینطوریش هم برای اینطوری وایستادنشه. آهن روبای محکم و خوب، یونیک، مدل کمبت لایف پرو اکستریم. خوشم میاد با این شروع بکنم. لایف پرو اکستریم بهترین انتخاب برای خانوم هاست. همونطوری که میبینید این مدل زرق برقدار کریستالیشه که هی میدرخشه، خیلی هم خوشگله. رنگبندی های متنوعی داره. چه تفاوتی داره با مابقی؟ اولا اینه که مثل مابقی مقاوم و محکمه. در مرحله دوم خیلی ظاهر زیبایی داره و برای خانم‌ها فکر میکنم گزینه بسیار مناسب و خوشگلی باشه. حواشی TPU، پشتش پلی‌کربنات ضد خش، ظاهر قابل راحتی از بین نمیره. اما در جریان باشید مثل قبلی برگ محافظت از دوربیناتون سطحش برجسته نیست، هم سطح لنزاتونه. یه مدل داره پر از زرق و برق، یه مدل داره که مکسیف هم پشتیبانی میکنه، که البته تیره است. واسه آیفون های رنگ گری خیلی گزینه مناسبیه، واقعا شیکه. مدل بعدیش هم کریستالی معمولیه که بازم مکسیف رو پشتیبانی میکنه. البته در جریان باشید حواشی بسیار مقاومی داره، خود قاب خیلی محکمه. بعدی مدل هلترو، یه تجربه جالب از قابای جذاب. یه دفترچه راهنما داره چطوری استفادهش بکنید. جریان چیه؟ این قاب بعد از اینکه پشت گوشیتون نصب میشه، میتونید دستتون رو بکنید این تو، از گوشیتون استفاده بکنید. به راحتی خیلی گوشی محکم وای میسه. اولا دست به سختی میره توش اصلا. یا مثلا 3 انگشت بذارید و به راحتی با 1 دست همه جای گوشی رو لمس بکنید. به علاوه اون یه بند خوب محکم داره که این بنده میره توی دستتون و خدایی نکرده اگه بخواد گوشی از دستتون بیفته، این بنده از گوشیتون محافظت میکنه. یا مثلا بازم خدایی نکرده اگه کسی بخواد گوشیتون از دستتون بقاپه، بازم این بنده مانع این میشه گوشی از دستتون خارج شه. از این جا هم میشه بندشو سفت کرد. تازه اگر از این بند خوشتون نیامد، میتونید بند شفاف بندازید. خیلی چیز لطیف و خوشگلیه و حس خیلی خوبی هم میده. بندش فوق‌العاده محکمه. اما چطوری پینو خارج بکنیم؟ یه دونه سوزن داره که شبیه سوزن خروج سیم کارته. تا اینجا ویدیو اومدیم. اگه ویدیو براتون کارآمد و مفید بود خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب بکنیم، چرا که این کار موجب هیجان زدگی ما میشه. اما مدل آخر کلریون، یه تجربه جالب دیگه است. این یکی از نظر سطح مقاومت خیلی بالاست، با اینی که کریستالیه اما خیلی مقاومه. چرا؟ چون از 2 لایه ساخته شده، یه لایه TPU نرم، یه لایه پلی‌کربنات خیلی سفت. استانداردهای نظامی و تمامی محصولات یونیک سپری کردن و توی هر شرایطی فوق‌العاده از گوشیتون خوب محافظت میکنن. بعدی اسپیگنه، برندی ناماشنا، مقاوم. میدیم بالا ببینیم چی میشه. یه کیس مقاوم، شفاف، جذاب،
از برند محبوب و دوست داشتنی اسپیگن. دو تا لایه داره که باید برشون داریم. این مدلی که میبینید اولترا هیبرید و پرفروش ترین محصول اسپیگنه. پشتش پلیکربنات محافظ خیلی خوبی از لنز شماست. اسپیگن اگر بشناسید یه برند بسیار با کیفیته. کالاهایی که فروشگاه اسپیگن داتای آر میفروشه اصالت بالایی داره. مثلا این قاب رو نگاه بکنین، پنل جلو و پشت قاب با چسب مخصوصی از طرف اسپیگن پلم شده. اگه دنبال یه لایه محافظ نرم هستین، سبک باشه، خوش دست باشه، زیبا باشه، به علاوه اینی که ظاهر گوشیتون هم معلوم نباشه، این مدل اسپیگن خیلی چیز جذابیه. تکنولوژی کوسنهای هوایی خود اسپیگن رو داره، فوق‌العاده جذابه و با توجه به تجربه‌ای که من روی S21 اولترام داشتم، واقعاً از گوشی خوب محافظت میکنه تو محکم‌ترین ضربه ها. بعد از گلسا قسمت مهم لایه محافظای نمایشگره. برند جی تک گلساش آنتی باکتریاله، البته یه سریاشون. بعد دو تا نکته خیلی مهم داره. از اونجایی که گلسا تو درجه حرارت 1400 درجه درست شدن، فوق العاده مقاومن. اکثر گلسای بازار تکنولوژی 9H رو دارن و میزان مقاومتشون خیلی بالاست، اما این یکی چون از گلس آسایی ژاپن استفاده میکنه، فوق العاده گلس شفافه و بعد از اینی که رو گوشیتون نصب میشه، کیفیت نمایشگر پایین نمیاد، چون یه سری گلسا رو که میندازی هم تاچ ضعیف میشه، همینی که کیفیت نمایشگر به هم میریزه. بعد از اونجایی که چسبش تویوه، یه برند فوق العاده موفق تو تولید چسب گلس گوشی، به موجب اون بعد از مدت زمان زیادی که از گلستون استفاده میکنین، گلستون زرد رنگ نمیشه. شما فقط بسته‌بندی رو نگاه کنین. حالا اینو بذاریم کنار، یه مدل دیگه هم از جی‌تک هست که حواشیش برجسته است و تو همین حواشی برجسته مانع صدمه دیدن گلس میشه و از نمایشگرتون بیشتر از هر چیزی مقاومت میکنه. این قابلیت آنتی باکتریال بودن موجب این میشه شما برای تمیز کردن گلستون نیاز ندارید از الکل استفاده بکنید، یه دستمال مرطوب نمدار کارتون رو به خوبی انجام میده. بعد از نصب اینا و محافظت از نمایشگر گوشی، باید بریم سراغ محافظت از دوربینا. جی‌تک کامرا لنز پروتکتور خاص خودشو داره که این نکته خیلی جالب داره. چسبا اصلا روی لنزا قرار نمیگیره، اصلا کاری به کیفیت دوربینا نداره، کیفیت دوربینا کم نمیشه، به علاوه اینی که همین لایه‌های مشکی که میبینید مانع پخش نور تو شب میشه و کیفیت عکستون تغییر نمیکنه. بوم شکلک، ویدیو تموم شد. دمتون گرم که تا پایان ویدیو همراهی کردین. واقعا خسته کننده بود، منم شما چطوری خسته نشدین؟ خیلی مختصم ارادتمند شما هر شبانه روز 7 روز هفته اهورا نیازی.